دوستان عزیز به جلسه پنجم دوره کارآفرینی خیلی خوش آمدید در چهار جلسه گذشته به موضوعاتی اشاره شد که باعث موفقیت شما عزیزان بشه و بتونید وارد بازار بشید و کسب و کاری رو آغاز بکنید در این دوره ها نه فقط ما از تجربیات عملی استفاده می کنیم بلکه به موضوعاتی که جنبه علمی داره و تحقیقاتی رو اون صورت گرفته هم اشاره میشه. در جلسه اول همونطور که خاطرتون هست ما اشاره به یک بازار فراری کردیم در یک بازاری که درش بحران وجود داره در بازاری که شرکت کنندگان در بازار میترسند وارد بازار بشوند حالا یا در مرحله ارزه و یا در مرحله تقاضا مخصوصا کارفرمایان و خصوص سرمایهداران میترسند که وارد بازار بشوند و سرمایهگذاری بکنند خریداران هم از چنین بازارهایی میترسند از اینکه قیمتها بالا بره و بسیاری موضوعات دیگر که از خصوصیات یک بازار فراری هست در بخش دوم اشاره به این شد که در همین بازارهای فراری و در هر گونه بازاری امکان موفقیت وجود داره و در چنین بازارهایی باید شکافی رو در بازار پیدا بکنیم و با ابزار و وسایل درست اون رو پر بکنیم و اگر نگاه بکنیم به افرادی که در کسب و کار موفق شده اند میبینیم که در یک زمان خاصی در یک مکان خاصی یک شکافی رو در بازار پیدا کردند و اون رو به درستی پر کردند اشاره به مثال هایی هم در این مورد شد در بخش سوم دوستان عزیز اشاره به ابزار و وسایلی شد که لازم هست برای پر کردن شکاف هایی که در بازار پیدا میشه و در جلسه چهارم اشاره شد به چرخه عمر یک محصول همه محصولات یک عمری دارند از زمانی که ای به وجود میاد و تحقیقات شروع میشه و این کالا و یا خدمات وارد بازار میشوند معرفی میشوند رشد میکنند به بلوغ میرسند و بالاخره در زمانی از بازار خارج میشوند در جلسه امروز دوستان عزیز میخواهیم راجع به این صحبت بکنیم که گاهی اوقات کسب و کار داریم ولی احساس میکنیم که موفق نیستیم و به خصوصیات یک یک کارفرمای موفق در این بخش در و اینکه ما چگونه می با شرکت های بزرگ با بعضی از این شرکت های غول پیکر رقابت بکنیم و اصلا چرا باید با این شرکت ها ما رقابت بکنیم اینها سوالی است که در این بخش به صورت خیلی مختصر خدمتون عرض میشه بنابراین با عزتون بنده چند اسلاید رو با شما اینجا شیر میکنم که از همینجا شروع کنیم بله این برنامه بیشتر مورد استفاده افرادی است که دارای کسب و کار هستند ولی نه با موفقیت زیاد و البته به این نکته هم باید اشاره کرد که ما نباید خودمون رو با سایرین مقایسه بکنیم افراد در کسب و کار خودشون بستگی داره که در چه کشوری هستند با چه اقتصادی رو برو هستن با چه بازار کاری رو برو هستن چه دولتی بر سر کاره تا چه مقدار میخواهیم پسنداز بکنیم چه نوع کالا و خدماتی رو میخواهیم وارد بازار بکنیم و آیا در مورد کالا و خدمات خودمون تحقیقات لازمه کردیم و آیا شکافی در بازار هست که میخواهیم وارد بازار بشیم اینا همه مسائلی هست که باید در نظر گرفته بشه و خودمون رو مقایسه نکنیم با سایرین بلکه ببینیم خود ما در عهدمون هست که وارد بازار بشویم و یا نه و یا آلا آیا تحقیقات لازمه رو انجام دادیم و یا خیر به حال این بعضی از مشخصات یک کارگزار موفق هست که به طور خلاصه خدمتتون ارز میکنم انگیزه خوب باید داشته باشیم انرژی زیاد لازم هست انرژی زیاد مخصوصا در شروع کار نه فقط انرژی جسمانی که از لحاظ سلامتی سالم باشیم بلکه از لحاظ انرژی فکری و روحی و روانی هم باید خودمون رو در موقعیت خوبی نگه داریم اعتماد به نفس داشته باشیم کلمات منفی به کار نبریم مثل اینکه من نمیتونم این کار رو بکنم این کار خیلی سخته من لیاقتش رو ندارم و اینکه این کار مشکله و یا حوصلش رو ندارم تمام این کلمات منفی و اصطلاحات منفی رو در مورد خودمون به کار نبریم و بدونیم که وارد شدن به کسب و کار یه مقدار برها ریسک درش هست و در مورد ریسک بازار هم از قبل صحبت کردیم قبول و انجام مسئولیت البته در شروع کار همیشه مسئولیت زیادی لازم هست ولی همین که موفق شدیم و از این دوره معرفه محصول گذشتیم و به دوران رشد رسیدیم در اون زمان هست که میتونیم افراد دیگری رو استخدام بکنیم و مسئولیت رو با افراد دیگه به شراکت بذاریم و مسئولیت خودمون رو کمتر بکنیم قدرت تحمل و قبول ریسک رو داشته باشیم توانایی در حل مشکلات رو داشته باشیم در این مورد بسیار مهمه که با کارکنان خودمون مشورت بکنیم کارکنان خودمون در موقعیتی هستن که از کار اطلاع دارن میدونن چی میگذره و خیلی خوب هست که در همه موارد با کارکنان خودمون با کارمندان و کارگران خودمون مشورت بکنیم و البته داشتن انصاف و منطق در کار و اخلاقیات اینا همه موضوعاتی هست که مشتری رو به, به کار ما جذب میکنه و مشتری وفادار میمونه به کسب و کار ما به خاطر مسئولیت های اخلاقی به خاطر داشتن انصاف در, در کار تصمیم گیری از طریق مشورت از قبل صحبت کردیم با این راجب به این موضوع و توانایی در طرح ایده ها خودمون که حالا راجب به این بیشتر هم صحبت خواهیم کرد به هر اینها بعضی از موضوعاتی بود که بنده یادداشت کردم و با شما در اینجا به شراکت گذاشتم موضوعی که میتونیم مطرح بکنیم و در دوره های قبل که به صورت حضوری ما داشتیم این دوره ها رو از شرکت کنندگان میپرسیدم که چالش شما در کدوم قسمت هست و در این مورد البته بحث میکردیم صحبت میکردیم عزیزان چالش خودشون رو مطرح میکردن عده زیادی از شرکت کنندگان در در انرژی زیاد چالش داشتن از اینکه قبول و انجام مسئولیت رو بکنن چالش داشتن به هر هر کدوم از ماها در بعضی از این قسمت ها چالش داریم این است که خود شما هم میتونید یه نگاهی به این لیست بکنید و البته این برنامه یک طرفه هست یعنی شما فقط دارید از آنلاین این برنامه رو دارید نگاه میکنید ولی اگر کامنتی داشتید و مطلبی خواستید که به اون اشاره بشه و مشورت بشه میتونید در همونجا کامنتی بدید و حتما عزیزان دیگه هم که نگاه میکنن میتونن پاسخ شما رو در همونجا بدهند یکی از وسایلی که برای موفقیت در کار لازم هست این هست که هدف داشته باشیم و در این مورد از قانون هوشمند و یا سمارت و این قانون به اسم خود بنده نیست ترجمه ای که از سمارت شده هوشمند هست و پنج مرحله داره که من به طور خلاصه در اینجا خدمتتون معرفی میکنم و به حال هدف خیلی مهمه هدف باعث میشه که نه فقط خودمون بلکه کارکنان خودمون هم مسیر برنامه رو بدونن مسیر کسب و کار ما رو بدونن که که هدف ما در کسب و کار چی هسته داشتن هدف باعث میشه که در این مسیر گم نشیم داشتن هدف مخصوصا برای کارکنانمون باعث میشه که مسیر راه خودشون رو گم نکنن و به اون طرف برون این است که داشتن هدف در همه موارد در کسب و کار خیلی مهم هست این قانون هوشمند و یا سمارت از این پنج مرحله تهیه شده که من به طور مختصر اینجا خدمتتون معرفی میکنم حرف اس برای سپسیفیک هست که در اینجا میشه ارز کنم که مشخص بودن هدف که هدفمون مشخص باشه سپسیفیک و ام هست برای میجربل و یا هدف ما قابل قیاس باشه قابل اندازه گیری باشه اگر میخواییم ببینیم که آیا به هدف خودمون رسیدیم یا نه حال باید اندازش گرفت این است که آیا فروش ما به اون حدی که میخواییم رسیده آیا تعداد مشتریانی که میخواهیم به اون حد رسیده ترجمه کنید به حال یک عدد اینجا لازم هست که به اون عدد برسیم در اینجا این عدد رو و این قیاس رو وقتی در نظر میگیریم نباید خیلی بالا باشه که نتونیم به اون برسیم و نه خیلی پایین باشه که به حال حوصلهمون سر نره هدف و قیاس باید به اندازه باشه که بهش برسیم و رسیدن به این عدد و یا به این هدفی که داریم باعث میشه که تشویق هم بشیم حرف A برای achievable و یا اینکه این هدف باید دست یافتنی باشه بهترین راه برای این که آیا این هدف دست یافتنی هست یا نه اینکه این است این که با کارکنان خودمون با همکاران با کارمندان و کارگران خودمون در به وجود آوردن این هدف مشورت بکنیم البته تصمیم نهایی با خود شما هست ولی این هدف چیست باید به چه اندازه باشه اینها مسائلی هست که ما میتونیم با کارکنان خودمون مشورت بکنیم ولی تصمیم نهایی رو خودمون میگیریم و بعد کلمه آر برای ریالستیک و یا وابسته و مربوط به کارمون باشه و بعد بالاخره کلمه تی برای تایم سپسیفیک حتما یه وقتی لازم هست تا چه زمانی ما میتوانیم این هدف رو بهش برسیم و اون هم مهمه حال اینها مشخصاتی هست که تحقیقات خوب درش وجود داره و بسیاری از افراد موفق از این فرمول از این قانون هوشمند و یا سمارت استفاده کردن و اهدافی رو برای کسب و کار خودشون گذاشتن که مشخص قابل قیاس یافتنی هست وابسته و مربوط به کسب و کاره و یک تاریخی و یک زمانی هم براش در نظر گرفته شده دو تا مثال اینجا براتون گذاشتم اولی اینکه یک فروشنده هدف ماهانه 20 هزار دلار در فروش محصول رو داشته است یعنی در همین هدف خیلی خلاصه و ساده همه مشخصات یک قانون هوشمند رو درش ملاحظه میکنیم و یا یک فروشنده در یک ماه به چهل مشتری جدید لازم دارد که فروش به 20 هزار دلار برسد در این مثال هم ما همه پنج بخش یک قانون هوشمند و یا یک هدف خوب رو ملاحظه میکنیم به حال شما عزیزان هم میتونید هدف خودتون رو بنویسید و و مسیر کار مشخص بشه وقتی این هدف رو نوشتید ارز کنم که با کارکنان خودتون به شراکت بذارید و همه افرادی که در کسب و کار خودتون هستند باید از این هدف راضی باشن و اطلاعات لازم داشته باشن که در رفتن به هدف در راهمون گم نشیم و مسیر خودمون رو بدونیم یکی از خصوصیاتی که کارفرمایان موفق دارن این هست که وقتی ایده ای رو به وجود میارن بلافاصله اون ایده رو حفظش میکنند و البته قوانینی در همه کشورها وجود داره برای حفظ ایده شما در هر جا که هستید به هر بخش های دولتی هستند که ایده شما رو ثبت میکنند یکی از استفاده های ثبت ایده حالا بر یا ایده خوبه یا بده یا موفق میشه یا موفق نمیشه شما ثبتش بکنید به اسم خودتون. برای اینکه اگر ثبتش نکنید و بدون ثبت این ایده رو در بازار پیاده بکنید، اون وقت اگر گرفت چون ثبت نشده سایرین از شما میدوزن و به اسم خودشون ثبت میکنن و برنامه رو ادامه میدن این است که در هر کسب و کاری اگر ایده ای دارید حالا مشورت هم بکنید با دوستان و افرادی که اطلاعات بیشتر دارن و بهتر هست که این ایده خودتون رو ارز کنم که ثبت بکنید هزینه زیادی هم نداره ثبت بکنید حالا به یا ایده میگیره یا ایده نمیگیره ولی ثبت ایده خیلی مهم است ارز کنم این موضوع بعدی خیلی موضوع جالبی هست و مخصوصا کسب و کارهای کوچک همیشه این سوال براشون پیش میاد که ما چگونه می توانیم با کسب و کارهای بزرگ و بعضی از این سازمان های پیکر رقابت بکنیم در اینجا سوالی که پیش میاد این هست که اصلا ما چرا باید با این سازمان های پیکر رقابت بکنیم حالا یک مثالش رو اینجا بنده در اسلاید بعدی خدمتتون معرفی میکنم ببینید این شرکت و یا کارخانه نسله که انواع شکولات رو وارد بازار میکنه و یکی از این شکولات ها این کیتکت هسته این کارخانه قول پیکر روزانه سه میلیون کیتکت در سطح جهان به فروش میرسونه کارخانه این شرکت از مجهزترین وسایل صنعتی و الکترونیک برخوردار هست بهترین و آموزش،, آموزش فنی رو در اختیار دارن از مدیران با تجربه و آموزش دیده استفاده میکنن با ارز کنم که حقوق خیلی در سطح بالا بازاریابی اینها بسیار هزینه برمیداره معرفی کالای این شرکت خیلی هزینه برمیداره مخصوصا آگهی های تجارتی که اینها دارن بسیار گران براشون تمام میشه ولی چنین شرکتی از عهده همه اینها برمیآیند چون یک شرکت قولپیکر هست و و از لحاظ صنعت کالای خودشون رو به صورت انبوه تولید میکنن و هرچی که این محصولات به طور انبوه تولید می شود هزینه تک تک این محصولات کاهش پیدا میکنه ولذا این شرکت های قول پیکر از مزایای بسیاری برخوردار هستند که می توانند هزینه خودشون رو در طولانی مدت کاهش بدن و سود فراوانی به جیب بزنن سوال اینجاست که کسب و کارهای کوچک چطور می توانند با این شرکت ها رقابت بکنند اسراید بعدی یکی از این شرکت های کوچک رو بنده انتخاب کردم که براتون بگم که امکان این هست که حتی شرکت های کوچک بتوانند با این شرکت های بزرگ رقابت بکنند و برنده هم بشوند و مشتریان وفادار برای خودشون به وجود بیارند این آقا اسمش لیان برنت هست یکی از دوستان بنده هم هستش در قسمت اسکاتلند بریتانیا ایشون یک شرکت کوچک شکولات سازی دارن و همینطور که اینجا ملاحظه میکنید شکلات های خودشون رو دستی درست میکنن و خودشون تزئین میکنن مواد اولیش رو منابع اولیش رو خودشون میرن آفریقا و بهترین کاکاو رو در اونجا خریداری میکنن و وارد اسکاتلند میکنن همسرشون هم با ایشون هستن بیشتر یک کسب و کار خانوادگی هست خودشون همسرشون و مادرشون در این کار هستن به قدری اینا کارشون گرفته که دولت تابلو توریستی رو پنجاه کیلومتر قبل از اینکه ما به این فروشگاه برسیم میبینیم یک تابلوهای قهوه رنگ هست که مخصوص بخش های توریستی در اسکاتلند هست و یکی از این تابلوهای قهوه ای که خود دولت گذاشته همین هایلند شکلتیر هست که در آنلاین هم عکس بسیاری وجود داره حالا من دو رو انتخاب کردم برای این صحبت کارشون خیلی جالبه و در شهر بزرگی هم نیست و تمام مشتریان این شرکت از راه های دور می روند و از این فروشگاه شکلات خریداری می کنند. خود ما که دو بار تا حالا به اینجا رفتیم فاصله حدود 70 کیلومتر رو رفتیم تا اینجا ما بتونیم در این محل بشینیم یه چایی و قهوه و یه شکلات بخوریم و برگردیم همه ارز کنم که خریداران و مشتریان این, این, این کسب و کار جزو مشتریان وفادار ارز کنم که لیان برنت هستش بنابراین حتی با شرکت های قولپیکر پیکر مثل شرکت نسله باز هم کسب و کارهای کوچک هستند که بسیار موفقن و میتونن کار خودشون رو ادامه بدن و چه طرح قشنگ ایرانی هم در کارهای خودشون دیده میشه که بسیار قابل توجه هستش سوالی که در ابتدا بنده خدمتون ارز کردم که اصلا چرا ما باید با این شرکت های بزرگ رقابت بکنیم ما باید به موقعیت خودمون نگاه بکنیم به مقدار که می سرمایه که میخواهیم سرمایه گذاری بکنیم نگاه بکنیم چه ایده ما داریم ترجمه میکنید به اینها باید نگاه بکنیم و حتما نباید با این شرکت های بزرگ رقابت بکنیم در اینجا خواستم مثالی رو خدمتون ارز بکنم ببینید ما وقتی که در یک اتوبانی رانندگی میکنیم مسیر رانندگی خودمون مشخصه که من کجا میخواهم بروم به چه شهری میخواهم بروم هدف من مشخصه مسیر من مشخصه حالا اگر من بیام به ماشین دیگری و یا راننده دیگری که داره رانندگی میکنه با اون نگاه بکنم و بخوام با اون مسابقه بدم در حالی که من نمیدونم اصلا هدف اون کجاست اون داره کجا میره مسیر اون کجاست و وقتی من هدف اون رو نمیدونم برای چی اصلا باید با او رقابت بکنم و مسابقه بدم و همین که من دارم به اون نگاه میکنم خودم از برنامه خودم عقب میفتم و هر چه بخوام سرعت بگیرم به ضرر خودم هست برای اینکه برای مسابقه باید ما یه هدفی داشته باشیم باید یه خطی باشه یک مسیری باشه که ببینیم چه کسی میتونه به اون خط زودتر برسه این برنامه مسابقه است ولی وقتی من نمیدونم راننده دیگری کجا میره برنامهش چیه هدفش چیه اصلا لزومی نداره که من به او نگاه بکنم و بخواهم با او مسابقه بدم منطقی در نمیاد این است که من باید نگاه به خودم بکنم نگاه به مسیر خودم بکنم من کجا میرم هدف من چیه آیا هدف من یک هدف سمارت و هوشمند هست و لزومی نداره با او مسابقه بدم این است که دوستان عزیز در کسب و کار نگاه به موقعیت خودتون بکنید و ببینید که هدف خود شما چیست و من نباید با این شرکت های قول پیکر مسابقه بدم و بخواهم رقابت بکنم من باید ببینم که آیا شکاف کاری رو من پیدا کردم و چه ابزاری من در دست دارم که بخواهم این شکاف کاری رو در بازار پر بکنم. حالا چطور کسب و کارهای کوچک میتونن با کمپانیهای بزرگ و معتبر رقابت بکنن؟ چند تا پیشنهادم اینجا براتون دارم که امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره. یکی اینکه کسب و کارهای کوچک از طریق فناوری مناسب قادرن با رقبای بزرگتر خودشون مقابله بکنند دیگه اینکه کسب و کارهای کوچک قادرن مستقیما با مشتریان تماس داشته باشند و پاسخگوی احتیاجات اونها باشند ارتباط مستقیم با مشتریان یکی از راه های کلیدی برای موفقیت کسب و کارهای کوچکتر هست کسب و کارهای کوچک می توانند چیزهای نزدیک خودشون رو جستجو کنند که فرصتی برای کسب و کارهای کوچکتر محلی وجود داره کسب و کارهای کوچک می توانند به کارمندان آزادی و انعطاف پذیری بدهند تا هر طور که می کار بکنند که بهره و انگیزه رو در اینجا افزایش میده مخصوصا در رابطه با خانوم ها که شاید بخواهند زمانی رو در منزل بگذرونند و بهتر هست که این آزادی و این پذیری به کارکنان خانوم داده بشه که بتوانند زمان کار خودشون رو مشخص بکنند و برحال نتیجه که از این بحثمون امروز میخوایم بگیریم این است که ارتباط مستقیم با مشتریانه یکی از راه های کلیدی برای موفقیت کسب و کارهای کوچکتر هست که ما بتونیم مشتریان رو به کسب و کار خودمون وفادار بکنیم کسب و کارهای کوچک می توانند مکالمات دو طرفه و بازخورد دائمی مشتری رو هر جا که ممکن هست از طریق رسانهای اجتماعی مخصوصا ایمیل یا چت زنده از طریق وبسایت های خودمون انجام بدیم و از خدمات اینترنتی عزیزان فراموش نشه که استفاده بکنید بسیار مورد استفاده هست این وسایل اینترنتی خب امیدوارم که این بخش هم مورد توجه شما قرار گرفته و بتونید از اون استفاده بکنید و همچنین به خاطر داشته باشیم که در کسب و کار خودمون احتیاجی نیست که با این شکل های قول پیکر مسابقه بدیم و رقابت بکنیم بهتر است به خودمون نگاه کنیم به جامعه خودمون به شکاف هایی که در بازار خودمون پیدا میشه به سرمایه‌ای که خودمون داریم و با چه کسانی ما کار میکنیم اینا همه در در موقعیت خود ما هست و میتونیم راجع به اونها تصمیم بگیریم خیلی ممنون از ملاحظه این قسمت از برنامه روز و شب همکی شما بخیر